برخی از باشندگان ولایت هرات میگویند میزان مطالعه و کتابخوانی بین جوانان به دلیل افزایش فقر و نبود امیدواری برای آینده بهتر در کشور کاهش یافته. شهروندان هرات باورمندند که کاهش کتابخوانی در بین مردم میتواند صدمات بلند مدت در جامعه وارد کند. از سوی هم مقام های اداره محلی هرات تاکید دارند که برای ترویج دوباره فرهنگ مطالعه برنامه های چون برگزاری نمایشگاه ها و مسابقات کتابخوانی را روی دست دارند. کتاب و کتابخوانی عامل اصلی ارتقا و رشد یک جامعه و به خصوص فرهنگ کشور شمرده می شود. اما چند سال است که بسیار از مردم در هرات میل و اشتیاقی به مطالعه ندارند. اینجا در کنار یکی از خیابان‌های شهر هرات کتاب‌های متنوع با قیمت بسیار پایین به نمایش گذاشته شده است و عابران تنها نگاهی به این کتاب‌ها می‌اندازند و می‌گذرند. برخی از باشندگان هرات از کم رنگ شدن علاقه مردم به کتابخانی ابراز نگرانی کرده و میگویند کاهش این فرهنگ بین مردم میتواند صدمات بلند مدت در پی داشته باشد. از قدیم گفتن که مردم ما مطالعه نمیکنن، میگن میخوای یک پول قایم کنی داخل کتاب، بخاطر که این مردم میگه چیز ندارن، مطالعه ندارن. اگر ما بتونیم هر چی مطالعه خوب داشته باشیم، معلومات ما زیاد میشه، سواد ما زیاد میشه، میتونیم تربیه خوب هم خود ما، هم خود ما برای جامعه، هم اولادای خوب جامعه تقدیم کنیم. از سوی مقام های اداره محلی هرات کتابخانی را یکی از بهترین عمل ها برای مردم عنوان کرده، اما میگویند سرگرمی های چون فضای مجازی سبب شده است که این فرهنگ بین مردم کمرنگ شود. آنان می افزاین مسابقات کتابخانی در میان متعلمان و دانشجویان برگزار و همچنان نمایشگاه کتاب در سراسر کشور به هدف ترویج فرهنگ مطالعه راه اندازی شده است. کتابخانی بهترین صفت و بهترین هنر است. خب متاسفانه این گوگل آمده و تلگرام آمده و واتساپ آمده، ساعتها ساعت وقتی یک انسان ما را، یک جوان ما را این آلات الکترونیکی میگیره، یکی چقدر اضرار روانی داره، چقدر زیای وقت میشه. اسلامی امارت په ځانګړي توګه د اطلاعات فرهنګ وزارت په دې برخه کې په تیر کال کې ډیر مؤثر او اغیزمن پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي وه. د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د کتاب نندارتونونه جوړ سوي دي، په پوهنتونونو او علمي مراکزو کې همدا ډول د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستنې او د تاریخ او د سیرت د ازمایش و د امتحان بیلابیل پروګرامونه ترسره سوي دي. با این حال فرهنگیان هرات نیست از کاهش میزان مطالعه و کتابخانی بین مردم ابراز نگرانی کرده و میگویند باید برنامه های جامع و خوب برای ترویج دوباره این فرهنگ از سوی حکومت روی دست گرفته شود. میگویند رشد و ترقی فرد و در پی آن جامعه به کتاب و کتابخانی بستگی دارد و باید فرهنگ مطالعه و روش های مطالعه در مکتب و همچنین در دانشگاه برای جوان ها اسلوب و روش های مطالعه مؤثر تدریس بشه و بدون آموزش داده بشه که چگونه مطالعه بکنن. و مطالعه نقش بسیار کلیدی و ارزنده در راستای معلومات و آگاهی انسان داره و انسان میتونه که ارزش های بسیار ناب و ویژه را از لابلای کتاب کسب بکنه و به دست بیاره. فقر اقتصادی و تشدیدان در سالهای اخیر به دلیل بیکاری، بحران‌های سیاسی، گران بودن کتاب‌ها از چالش‌های اصلی رکود فرهنگ مطالعه کتاب در کشور است. سیاست‌گذاری فرهنگی از سوی دولت نیز یکی از ضرورت‌های رشد فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی یک جامعه است.